سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجا که هستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، گرم و شرجی همراه شما خواهم بود. در ساعت پیش پیامدهای ترور نافرجام سلمان رشدی، تناقضاتی که از تهران میآید به طور رسمی تایید نکردند نقش سپاه پاسداران یا دستگاه دیگر حکومت فقیه رو در این ترور، اما رسانه‌های حکومتی و امامان جمعه و غیر جمعه هوار هوار و حمایت از این اقدام تروریستی. جایزه قتل سلمان رشدی در ایام علی خامنه‌ای همچنان تمدید شد و فتوای قتل او نیز، علی‌رغم زمانی که در مسئولیت امام جمعه حکومت فقیه مخالفتی ابراز کرده بود و آیت الله خمینی تشریع به او زده بود. در این زمینه در عرصه اتمی جان بولتون، رئیس پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در دولت دونالد ترامپ، از دولت بایدن خواسته است که از هر گونه دادن امتیاز به حکومت فقیه در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای خودداری کند و چنانچه به این اقدام دست بزند یک خیانت در ارتباط علیه منافع ملی آمریکا است. آن سوتر مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در دولت دونالد ترامپ خواسته است که دولت کنونی آمریکا از صدور ویزا برای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری حکومت فقیه، جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر خودداری کند. او را تروریستی خوانده است که نقشی مهم در قتل زندانیان سیاسی نیز داشته است. و خبرهای دیگر که در میان خواهیم گذاشت، با دو میهمان تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان که در استودیو مرکزی ایران فردا با ما خواهد بود، و دورتر از لندن در اسرائیل آقای منشه امیر، روزنامه‌نگار کارشناس امور خاورمیانه، همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب آقای نوریزاده خوش آمدید و این اعتصاب راهن لندن، امیدوارم اون رو مختل نکرده باشه. همکاران در ایران فردا میدونم که به کارشون رسیدن علی رغم این مشکل. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به آقای منشه امیر و بینندگان عزیز تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. مسئله اعتصاب، یادش بخیر، تاچر کمر اعتصاب رو شکست. وقتی که اون آقای اسکارگیل فکر میکرد نخست وزیر بعدی و معدنچی ها بودن، تاچر ارتش رو وارد کرد و بعد از اون اعتصاب ها نیمبنده. یعنی دیگه شما یه باره مثل اون زمان گذشته که بنده و شما اینجا بودیم، صبح نمیای ببینی خاک رو به انباش شده، فردا بری ببینی پرستارا اعتصاب کردن، پس فردا اتوبوس ها. نه، الان اعتصاب میشه، مثلا خط فلان اعتصاب میکنه ولی بقیهش هست و بنابراین آنقدر تاثیرگذار نیست در زندگی مردم، فقط نوعی اخطار و فشار بر حکومت. خب این که گفتید ارتش وارد کرد، خودش نیست، ولی به قول معروف خدای تاچر که هست، زد مردم رو کشت. نه، ارتش اومد کار معدنچی ها رو کرد، اون کار متخصصاش رفت تو در معدن ها. بله. اینجا گاهی وقتا در کشورهای دیگه هم این اتفاق میفته، ولی در فرانسه خب اعتصابات هنوز یک ورزش ملی هست که گاهی به یک شونت هایی میکشه زن بزنه، همونطور که در برای جمهوری اسلامی گروگانگیری تبدیل به یک ورزش ملی مذهبی شده به تعریف ملیگرایی خود حکومت. آقای امیر خوش آمدی. خوش آمدی. درود به شما آقای چالنگی، درود به دکتر نوریزاده و درود بر همه بینندگان. اجازه بدین یه چیزی من درباره اعتصاب بگم. ببینید از اواخر قرن 19 هم که بازگشت یهودیان به سرزمین پدری آغاز شد و خواستن که یهودی ها کارگر باشن، کشاورز باشن، در کنار اون اتحادیه های کارگری هم به وجود اومد و حق اعتصاب یک حق مقدس اعلام شد. البته در آن دوران نظام سیاسی در بین یهودی ها
سوسیالیستی بود، یعنی سوسیالیسم تسلط داشت، اونم دورانی بود که سوسیالیسم بسیار شکوفا بود. بعدها اسرائیل به سوی کاپیتالیسم پیش رفت و حکومت دست راستی به روی کار آمد، ولی حق اعتصاب رو هنوز مقدس میدونن. البته قبول دارم، منم گاهی میبینم که این اعتصاب ها واقعا به اقتصاد کشور لطمه میزنه، ولی این یه حقیست که نباید از کارگران در برابر کارفرمایان گرفته بشه. بفرمایید. حالا البته کارگران مترو تل آویو هم گاهی اعتصاب میکنن، هرچند مترو نیست، چون مترو را کار انداخت. مترو نداره، ولی الان اعتصاب آموزگاران و دبیران در راه. ما سال تحصیلی تمام شده، حدود یک ماه و نیم دیگر باید از سر گرفته بشه و دبیران و اینها همیشه اعلام کردن که بله، ما اگر اون خواسته های ما تامین نشه، ما سال تحصیلی جدید رو گشایش نخواهیم کرد. در تایید سخنان شما باید بگم که چند بار بود که درست که فصل شنا در اسرائیل آغاز می شد، نجات غریق ها اعتصاب می کردن. بله، حالا یعنی اعتصاب بره در هر کشوری آینده، در اسرائیل هم بله. داره. آقای نوری زاده، اما برادر ایران از اعتصاب که میبینیم نیازی به گفتن نیست، همه در جریان هستن، به خاطر کار، به خاطر بیکاری، به خاطر بیحقوقی، همه اینا در جریان هستن، پیامدهای. اما در کنار این آقای نوری زاده، ما میبینیم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی هست و بقیه موضوعات که در زندان‌های ایران می‌گذره. یک خبری من دیدم، قطعا شما آقای امیرم دیدید، سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی هست، بچه این به طور سزارین در بیمارستان زندان به دنیا. یعنی فشار آنچنان بر زندگی جان ایشون، یک مادر در زندان، تصور با یه نوزا که دست به خودکشی زده. کجا هستن اونایی که سینه به تنور میچسبوندن برای قتل بسیار زشت جمال خاشخشی؟ بله بله. آقای چالنگی عزیزم، ببینید، در رژیم جمهوری ولایت فقیه انسان ارزشی نداره مگر آنکه ذوب شده در ولایت سیدعلی باشه. این یک چیز خیلی روشنه. اون وقت انسانی که ذوب شده نیست، معارض هم هست، این انسان حق حیات نداره. و جمهوری ولایت فقیه خیلی لطف میکنه، اجازه میده تو زندان زندگی بکنه یا تو زندان فرزندش رو به طریق سزارین به دنیا بیاره. به اعتقاد من هیچ رژیمی در جهان، در عقب مانده ترین کشورهای آفریقایی، اینقدر ضد ملی نیست، اینقدر ضد مردمش نیست. شما فکر کنید با همین بازی اتمی شد چند سال مردم رو انگوش به دهن نگر داشتن که آخه اگر قرار است از این نفعی به ملت ایران برسه، روحانی داشت امضا میکرد، چرا آقای سیدعلی آقا نگذاشتی؟ الان چه مرگتون هست و چه بازی. بسیار متاثر شدم خبر رو دیدم. اما برنامه اتمی اتمی میرسیم. سوال من ببینید، ولی دیگه ایش هم این وحن داشتم میرسیم. در ماه اجازه بفرم، در ماه محرم آمدن در تهران، شهرهای مختلف، تورنتو، نیویورک، اشک ریختن، زنجیر زدن، سینه زدن، همه این کارها رو کردن برای طفل نوزاد در صحرای کربلا، علی اصغر. حالا این درست روایت شده نشده، آیا فرزند این بانو، این نوزادی که در زندان هست، این چی؟ بله مردم، یا یکم مخالفین این حکومت در خارج، چرا پاشنه در این نهادهای حقوق بشر نمیکنن؟ آقای چالنگی عزیزم، حرف شما کاملا درسته. وقتی راجع به عاشورا میگن، افسانه ای رو که خودشون ساختن، چون علی اصغر امام سجاده، غیر از این وجود نداره. علی اکبر بود که شهید شد، علی اصغر هم امام سجاد. این همه دروغایی که آخوندا ساختن، ولی در کربلا از فرزندان حضرت علی عمر و عثمان و ابوبکر هم بودن، از فرزندان امام حسن عمرم بوده، از اینا هیچ کدوم اسمشون نمیاد، فقط عباس و علی اصغر و بقیه. حالا کاری نداره. اما خیلی جالب آقای چالنگی، اشاره شما به جمال قاشقچی.
و هنوز که هنوز دولت ایالات متحده با خجالت، بله ما گفتیم بهشون، ما تذکر دادیم، ما هنوزم نمیخوایم، ولی اگر این ماجرا اوکراین نبود اینا میخواستن سالها با این قضیه بازی کنن همونطور که با شاه بازی کردن. اما در مورد ایران این دعایی که آقای خامنه ای نمیدونم کدوم کلی بهش داده به گردن انداخته مسئولش کرده، یعنی اصلا جهان کاری نداره، اینا 15 نفر رو تو بلوچستان اعدام میکنن، 4 نفر رو در خوزستان، در جاهای کردستان، و این جنایات اینا بی جواب میمونه و دنیا بی غیرتی میکنه، ببخشید اینو میگم. اما اون ایرانیایی که بی تفاوتن، لیاقت داشتن نام ایرانی رو ندارن، چون هنوز برای 28 مرداد دارن یقه همدیگر رو میگیرن که امروز هم هست. من بسیار متاسفم که ما اصل واقعه رو فراموش کردیم و تو بیابون دنبال کیجا میگردیم. بله، یعنی واقعا تبدیل شده یک اتفاق تاریخی که دیگه برود یه گذشته است دیگه، و بررسی هر ساله اینه و عاشورا به هر حال و تاسوها به هر حال به این موضوع پرداخته، همونطور که اشاره کردید شما. آقای امیر ببینید، همین الان آقای دولت بایدن متهم هست که داره یه جوری بدبستون میکنه درباره همین برنامه اتمی هم که آقای نوری‌زاده اشاره کرد. ببینید در واقع دو سر قضیه به سود جمهوری اسلامی، به نحوی بی اقدامی به نفع جمهوری اسلامی. وقت میخواد، وقتم در اختیارش گذاشته میشه، در بنبست نگه داشتن. راه حل های دیگه ای، این حمایت از حقوق انسان ایرانی، مگه سازمان ملل متحد منشور حقوق بشر یکی از اساسنامه‌هاش تلقی میشه، ولی داره فرش قرمز میخوان بندازن آقای ابراهیم رئیسی هم بیاد. خود سازمان ملل به نحوی ندیده میگیره حقوق بشر رو در کشورهای مثل ایران. بفرمایید، نظر شما رو میشنویم. بله، مذاکراتی هم برای مبادله زندانیان الان در جریانه و حکومت ایران اعلام میکنه که ما آماده داریم، آمادگی داریم که این مبادله رو انجام بدیم. مبادله بین کی و کی؟ بین یک نفر شهروند آمریکایی یا ایرانی در ایالات متحده که قوانین تحریم رو زیر پا گذاشته، مرتکب جرم شده، عادلانه محاکمه شده، محکوم شده، این رو حکومت ایران میخواد پس بگیره و در مقابلش خانواده های مثل دارندگان تابعیت دوگانه رو که دزدیده، آدم ربایی کرده، بی جهت و ظالمانه در زندان نگه داشته، اینا رو آزاد بکنه، به جاش اون مجرمین رو تحویل بگیره. و اصلا جای تأسف بسیاره که حکومت، که دولت ایالات متحده حاضر باشه یک چنین معامله‌ای رو انجام بده، همونطور که در گذشته هم انجام داده بود. چگونه دولت آقای بایدن میتونه با چنین حکومت شرور، فتنه‌گر، جانی، آدمکش کنار بیاد، باش به توافق برسه، تحریم‌ها رو برچینه و اجازه بده که سرکوبگری حکومت ایران علیه مردم بیش و بیشتر بشه و تهدیدات جنگی رژیم علیه عربستان، علیه امارات و اسرائیل بیش و بیشتر بشه؟ واقعا جای شرم داره، ولی سیاست همینه. اسرائیل بارها گفته و تکرار کرده که پشت سر دیپلماسی باید تهدید جنگی جدی باشه. به حکومت هشدار بدن که اگر به این بازی زشت ادامه بدی، اون موقع تنها گزینه که باقی میمونه گزینه جنگی هست. و حکومت دولت آقای بایدن هنوز زیر بار این واقعیت و این شیوه دیپلماتیک جهانی نمیره. بفرمایید. من نمیدونم مفهوم شما یا منظور شما از جنگ علیه چی هست، علیه مواضع مربوط به جمهوری اسلامی هست یا علیه ایران هست، که من امیدوارم مطمئن آقای نوری‌زاده چنین هست که علیه ایران هیچ جنگی در هیچ شرایط و علیه هیچ ملتی و هیچ مملکتی مسلماً فقط انجام نشه. خیلی کوتاه بفرمایید منظور شما از جنگ چی هست. منظور من نابود کردن مراکز اتمی و موشکی حکومت ایران و قرارگاه های سپاه پاسداران که به سرکوب مردم ایران می پردازن. بفرمید.
خب این با اون جنگی که معمولا توصیف میکنم مانند عراق یا افغانستان تفاوت داره که مسلما چون این جنگی نیست. آقای نوری‌زاده این اشاره شده، آقای امیر اشاره که این جور باج دادن به تروریسم هست، تروریسم حکومتی ایران و که تبادل زندانیان، و بعد الان ما میبینیم رسما اعلام نکردن ولی عملا باز این فتوای قتل سلمان رشدی، این عمل تروریستی در نیویورک رو در حال حمایت میکنن ولی واکنشی هم ما نمیبینیم اونطور. حتی اون وزیری که در لندن از آقای مهاجرانی هم آمده به صراحت مثلا حمایت کرده و بقیه، اینو مماشات نمیدونید شما؟ بسیار از مماشات هم بدتر. آقای چالنگی عزیزم اجازه بدین یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید رژیم جمهوری اسلامی از اول روشن کرد که چی کار است و دنبال چیه. هیچ لزومی به جنگ هم نداشت. اگر جامعه بین‌المللی بر عهدش استوار بود در برابر حقوق بشر، در برابر قوانین بین‌المللی، جنگ هم احتیاج نبود. محاصره رژیم، رژیم رو از سازمان‌های بین‌المللی بیرون انداختن، آخه این چه معنا داره؟ یه رژیمی بیاد 44 گروگان بگیره، 52 گروگان بگیره، 444 روز اسیرشون بکنه، بزرگترین اهانت‌ها رو به امریکا بکنه، روی پرچمشون ببخشید کار بد بکنه، و اون رفتار چند تا آمریکایی رو اینا تو بیروت کشتن، گروگان گرفتن، اسیر گرفتن، بعد هم ایالات متحده براشون یه روز آقای ریگان کیک و تپانچه میفرسته، یه روز دیگه آقای جوردوش پدر تو کنفرانس مادرید ازشون یاد میکنه. ببینید اینا دردناکه. این رژیم روزی که جورج بوش پسر به عراق رفت و افغانستان، این رژیم به خودش میلرزید. من خبرهای دقیق دارم از داخلشون. رفتن با امریکا ساختن، امتیاز دادن، فضای ایران رو برای امریکا باز کردن. چرا؟ چون فکر کردن بعدن امریکا میاد سراغشون. لزومی نداد امریکا بره، شمشیر داموکلس رو برای سرشون نگر میداشت. اگر اینا میدونستن که آمریکا جدیست، اصلا احتیاج به جنگ نبود. اینا با ملت ایرانی رفتار نمیکرد. آقای باراک حسین اوباما روزی که اینا ندا رو کف خیابون شهید کردن و اونجور وحشیانه این مظهر بانوی ایرانی زیبا رو کشتن، آقای باراک حسین اوباما برای خامنه‌ای نامه عاشقانه فرستاد. آخه واقعا کلافه میشم اینا رو میبینم. این بیتوجهی دنیا به سرنوشت ملت ایران. اون وقت زمان شاه مرحوم براهنی میگفت منو به سنگ پنکه آویزون کردن، میچرخید به من تجاوز کردن. اون یارو مامور شکنجه لوبو سوپرمن بوده، پرواز میکرده در حال چی. حالا فکر کنید این خزعبلات رو واشنگتن پست چاپ میکرد، نیویورک تایمز چاپ میکرد، تایمز لندن و گاردین، چه گاردین که چه خبر بود. اینا نشان دهنده اینه که لوموند پاریس و لیبراسیون، اینا رژیم ملی نمیخوان. همین کار تو افغانستان کردن، همین کار تو عراق کردن. دکتر عیاد علاوی برنده شد ولی آقای باراک حسین اوباما با ایران توافق کرد که آقای مالکی بیاد. خب شما فکر کنید. میخوام بهتون بگم تمام این بازی هایی که دارن میکنن مچشون باز شده، مردم هم میدونن و بسیار من متاسفم. خب آقای نوری‌زاده اشاره کرد به کار بد علیه پرچم آمریکا، سکوتی هم ایشون داشت که خب کلماتی رو لابد نمیخواستن استفاده کنن. یکی از کارهای بد و مشابه کلمات استفاده نشده یا آقای نوری‌زاده قدم دگد مال کردن پرچم آمریکا توسط معصومه ابتکار بود، تروریست معروف، و کسانی مانند عزت الله زرقامی. آقای نوری‌زاده امروز داره تو فریاده آثار تاریخی ایران از بین رفته، یکی از تروریست های گروگانگیر، کسانی که گزارش دارن کار من جلوی ساختمون مجسمه آزادی امریکا. آقای زرقامی مثل اون وقتا که ما بچه بودیم با دوربین بازی میکردیم دستش رو گرفته که حسن علی جعفر تو دستش بیفته. ایشون تو امریکا چی کار میکنه؟ خانم خواهر مری دو تا بچه هاش تو امریکا چی کار میکنن؟ خب آقای امیر همین هست. ببینید الان
به احتمال این اتفاق نخواهد افتاد، اما فرق نمی کنه. ابراهیم رئیسی یا علی خامنه‌ای یا احمدی نژاد یا حسن روحانی، اینها همه سهامداران بودن، یا رفسنجانی، هر کدوم به نحوی در وجود اومدن این وضعیت امروزی ایران سهم داشتن، عمده کمی بیشتر کمی کمتر. 8 سال روحانی بوده، محمد خاتمی 8 سال بوده و همه اینها. اما میبینیم باز احتمال اینکه ابراهیم رئیسی بیاد و پشت این تریبون سازمان ملل صحبت کنه و همه اینها، آقای پومپئو هم هشدار داده، اینها نشوندنده این نیستش که سازمان ملل یک سازمان بی بو خاصیتی است که به اصطلاح منشور حقوق بشر رو اولین جایی که نادیده میگیره خود سازمان ملله. تلقی شما رو امکان دادن به این حضرات رو چه میبینیم؟ مثلا یک زمانی بعد از جنایاتی که هیتلر کرده بود اجازه میدادن مثلا فرض کنین پیروان اون اگر جایی دارن حکومت میاد در زمان خودش میمد صحبت میکرد. بفرمید. بله، دو محدودیت قانونی رو باید در نظر گرفت. یکی این که محدودیت که ایالات متحده داره، چون سازمان ملل ظاهراً در نقطه قرار داره که بین المللی محسوب میشه و حاکمیت ایالات متحده بر اون نقطه کامل و غیر قابل جدل نیست، بنابراین ایالات متحده نمیتونه جلوی مهمانانی رو که وارد سازمان ملل بشن بگیره. کاری که میتونه بکنه این است که رفت آمدشون رو محدود بکنه به اون محدوده‌ای که در دست و در اختیار سازمان ملل هست. این یکی. محدودیت قانونی دیگر این است که سازمان ملل دادگاه بین المللی نیستش، بلکه یک مجمعی است برای همه کشورهای عضو و سازمان ملل نمیتونه دخالت بکنه بگه اینو بفرستین اون یکی رو من جلوش رو میگیرم. به همین علت هم سازمان ملل نمیتونه و دولت آمریکا هم نمیتونه از آمدن رئیسی جلوگیری بکنه. همونطور که گفتم تنها محدودیت که میشه اجرا کرد این است که رئیسی از اون محدوده پا فراتر نذاره. ولی کار دیگری میشه کرد که همیشه هم در گذشته انجام شده و اون اعتراض های گسترده ایرانیان هستش که در برابر سازمان ملل، و علاوه بر این ایرانی ها باید بیشترین تلاش تبلیغاتی خودشون رو در رسانه های آمریکایی و امکانات دیگر بکنن و چهره این حکومت و چهره ابراهیم رئیسی رو با به وضوح بیشتری به دنیا نشون بدن. اصولا من همیشه گفتم که ایرانیان برون مرزی در روشن کردن افکار ملت‌های جهان، در ایجاد سمپاتی نسبت به ملت ایران میتونن یک نقش اساسی ایفا بکنن. بفرمایید. آقای نوری‌زاده، حرف بر سر این هست، یعنی حرف من این هست که آیا زمان نرسیده که سازمان ملل اساسا باید یک اصلاحاتی در عملکردش و اینها انجام بده؟ بر اساس یه ضرورت های به وجود اومد که همه از حتی لیبی زمان قذافی هم داشت رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل میشه و حتی نمایندگی طالبان هم حتی رسیده احتمالش از بره عضوان شد. آیا وقت اون نرسیده که بیاد سازمان ملل بگه اساسنامه ما این اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، دولت ها موظفن اینو انجام بدن، نه یک سازمان عریض و طویل بی بو و بی خاصیت و به طور قطع. و امریکا هم در این مورد اعتراضاتی داشت. ببینید، شما یک کشوری مثل هندوستان، هند، این کشور با 1 میلیارد جمعیت حق وتو نداره، ولی بریتانیا و فرانسه و حالا چین که جمعیت زیاده، روسیه و اینا حق وتو دارن. خب ببینید، این همون حق وتو به نظر من یکی از مشکلات سازمان ملله. هر موقع قرار یه قطعنامه تصویب بشه که به تریش قبای یکی از این صاحبان وتو بر بخوره، وتو میکنه. روسیه تا حالا ده ها بار قطعنامه های علیه سوریه، علیه جمهوری ولایت فقیه، اینا رو همه رو وتو کرده. خب این نمیشه. نکته دوم جناب چالنگی، خود
تقسیم امور در سازمان ملل، مثلا انتخاب رئیس شورای امنیت یا اعضای شورای امنیت که روی سال و قرعه کشی، خود این به نظر من یک مشکل اساسی. بعد امکانات مجمع عمومی، مجمع عمومی با اینکه تمام رؤسای هیئت‌های نمایندگی دائمی توش هستن اما قدرت اجرایی نداره. خب ببینید اینا همه تعارضه. نکته دیگر به نظر من، همونطور که آقای مناشه امیر گفت، یه قوانین در سازمان ملل هست که متبع مال تمام دولت ها. اما آقای امیر، یک آدمی که امضاش زیر حکم اعدامه حداقل 6000 نفر هست، میتوان جلوی ورودشو گرفت، دولت امریکا اعلام بکنه که این شخص غیر مرغوب در خاک آمریکا، حتی پروازش از روی آمریکا از واشنگتن یا از جای دیگه به روی نیویورک، این پرواز غیر قانونی، چه آدم کشه. چون این دولت آمریکا زمانی که آقای موسوی نژاد معاون فلاحیان و بعد قربان علی دوری نجف آبادی موسوم به ماسپند، ایشون در زندان بود، پیغام داد که علاقمنده که پناهنده بشه به امریکا با اقوامش، با 18 نفر، و اسرار رژیم رو فاش خواهد کرد. دولت آمریکا پیام رو دریافت کرد و گفتن که، چون من تو جریانش بودم، گفتن که این آدم کشته و آدم کش ما به امریکا راه نمیدیم. چطور 6000 نفر رو رئیسی کشته و میتونه وارد آمریکا بشه؟ بله، من به این پرسش پاسخ دادم. بله، و اون این است که از نظر قوانین سازمان ملل و از نظر تعهداتی که ایالات متحده به سازمان ملل داره، آمریکا میتونه بگه که من رئیسی رو اجازه نمیدم وارد خاک آمریکا بشه، کاملا میتونه، ولی حق نداره از آمدنش به سازمان ملل جلوگیری بکنه. و نمیدونم آیا اگر قرار هواپیمای رئیس جمهوری ایران از فراز واشنگتن هم بگذره، آیا دولت آمریکا میتونه به این هواپیما اجازه پرواز نده یا بده؟ به هر حال اگر از ایران بیاد، هواپیما در فرودگاه کندی به زمین میشینه که خیلی نزدیک به آبهای دریا. دقیقا نمیدونم، ولی ایالات متحده نمیخواهد که به موقعیتش به عنوان میزبان و مهماندار سازمان ملل که بزرگترین سازمان جهانی هست، لطمه ای وارد بشه. بحث این که میتونه و میتونه با فشارها بده به سونای یا خواسته هایی که داره آمریکا، میتونه اولا این کار بکنه. و اونی که آقای نوری‌زاده هم اشاره کرد، شورای امنیت فاتحان جنگ دوم جهانی هست که اولا منحی البته چین، قدرت هایی مثل فرانسه و انگلستان. این آقای امیر خیلی کوتاه بفرمایید، بس بر خود اصلا سازمان ملله، یعنی این سازمان نباید یه خونه تکونی بکنه یه چیز. ما الان آخرین باری که من سری زدم به سازمان ملل، نمیدونم شما دیدین یا نه، یا نبوده آقای نوری‌زاده، نمیدونم شما کی رفتید، ولی مثلا جمهوری اسلامی به عنوان چاپلوسی رفته روی این فرشای کوچیک، امیدوارم داشته باشیم بتونیم نشون بدیم، قادیچه کوچیک، تابلوهای مثلا بافتنی دبیرکلای سازمان ملل رو تو همون راهرو سازمان ملل آویزون کردن به دیوار. خب آخه مسئله اینه، پس این دادگاهه که یک شعبه به سر جنایت علیه بشریت که در لاهه را انداختن، یکی از جانی ترین افراد علیه بشریت همین رئیسی است. بله، رئیسی است. نمیشه بفرمایید، یعنی حکمی در آمریکا صادر بشه که آقا ایشون تحت تعقیبن مثلا، یا بازداشت باید بشه. ملل، بله، سازمان ملل یک تعهداتی داره که نمیخواد از اون تعهدات تجاوز بکنه، و همونطور که گفتم قضاوت کردن درباره عملکرد و کارنامه دولت‌ها دست نهادهای دیگری است که مستقیما زیر نظر سازمان ملل نیستن. بله آقای نوری‌زاده، برگردیم به همین مسئله اتمی که هست. این مسئله اتمی، این شما چشمنداز چه میبینی؟ به همین شکلی که هست ادامه پیدا کردنش، خب جمهوری اسلامی وقت کافی داره برای تولید بمب
هسته‌ای، آیا از کشورهای جنوب خلیج فارس و بقیه و اسرائیل همه میشه انتظار داشت که اونها ساکت بمونن؟ آیا همچنان حراس اونها پابرجاست؟ چشمانداز چه میبینید در این حوزه؟ کشورهای جنوب خلیج فارس که تکیه بر آمریکا دارن، بعضن هم با اسرائیل در ارتباطه. اسرائیل گرفتار انتخابات، گرفتار مسائل داخلی خودش، بنابراین در این شرایط نمیشه انتظار داشت اسرائیل پاش تاسیسات اتمی ایران رو بمباران کنه. رژیم هم به خوبی اینا رو میدونه و تو اتاق فکراش میشینن ارزیابی میکنن. و آقای دکتر مرندی، بلبل سخنگوی رژیم در تلویزیون الجزیره انگلیسی و غیره، اینا میدونن چه خبره. رژیم داره بازی بسیار هوشمندانه میکنه. این وقت کشی و بازی کردن با 5+1، البته با امریکا از یک طرف، و از طرف دیگه دنبال بمب ساختن. من فکر میکنم اسرائیل اطلاعات دقیق داره که اینا در مرحله بمب ساختن کجان. همون روزی که یه روز نخست وزیر اسرائیل اومد و اعلام کرد که 50,000 سند دارغزاباد اووردن و این سندها تأثیر بسیاری داشت روی سیاست آمریکا و روی سیاست بین‌الملل، امروز هم اسرائیل باید بیاد علنن مسئله سیکرت رو بذاره کنار، با عکسایی که داره، با چیزایی که داره، نشون بده که جمهوری ولایت فقیه دنبال بمبه، خامنه‌ای دنبال بمبه، خامنه‌ای براش مسئله پسرش مطرحه، اینکه آقا مشتبه تا ظهور امام زمان بتونه سرکار باشه. و فکر میکنه چون کیم ایل سونگ بمب و ساخت، آقازادش و نوش کیم جون اونم تالا سرکاره، فرق بین کره شمالی و ایران رو نمیدونه. هرچی هم بهش بعضیا میگن، اینو هنوز نفهمیده که ایران با کره شمالی فرق داره. کره شمالی کشور منزوی اون سوی دنیاست که ژاپن و کره جنوبی نگرانشن. ایران کشوریش در قلب خاورمیانه که حداقل 15 کشور همسایش نگرانشن، به اضافه کشورهای دیگه. بنابراین متاسفانه با این سیاستی که ایالات متحده داره، با این سیاستی که آقای بابخان آمریکایی دارن، باعث میشه که جمهوری اسلامی بمبشو بسازه، به ریش اینا بخنده، آقای باقری هم مصاحبه کنه. بله در مرحله نزدیکی هستیم، آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه قاسم سلیمانی هم بیاد بگه بله. دو قدم دیگه مانده به سحر، دو قدم دیگه که انشالله آمریکایی‌ها اینم میپذیرن و بادا بادا مبارک باد. اینم برای خودش هم برنامه ریخته. در آن زمان وزرای خارجه میرن در وین و خلاص لابد روبوسی هم میکنن و قرارداد امضا میکنن. آقای چالنگی، من اعتقاد دارم برجام مرد، هرچی هم اینا نفس بدن احیاش بکنن، احیا نخواهد شد و این رژیم دنبال سلاح هسته است. آقای نوریزاده میگه باید کشورهای جنوب خلیج فارس و اسرائیل، شما اشاره کردید راجع به اون چه که جنگ زیر عنوان جنگ گفتید، باید فعالتر باشن و اعتقاد دارن که بمب رو میسازه. شدنیست آقای امیر خواهند گذاشت؟ اقدامی جدایی از بقیه نخواهند کرد؟ بله، در مورد امور امنیتی در اسرائیل، اینکه دولت الان در حال گذر هست و بحران هست و مشغول انتخابات هستند، این عامل موثری در تصمیم اسرائیل برای جنگ یا نجنگ نیست. همونطور که دیدیم دو هفته پیش بود که همین دولت علیه جهاد اسلامی آزادی فلسطین که توسط حکومت ایران برپا شده و تقویه میشه اعلام جنگ کرد و رفت و زدشون و خسارات سنگینی بر اونها وارد آورد و دو تا یا سه تا از فرماندهان ارشدش رو هم با بکار بردن پهپادها کشت و نابود کرد. ولی در مورد مسئله ایران، ببینید چرا اسرائیل باید فقط خودش به تنهایی وارد نبرد بشه؟ ایالات متحده در حوزه خلیج فارس حضور نظامی داره، ایالات متحده
تشکیلاتش و تجهیزاتش و تسلیحاتش خیلی خیلی بیشتر از اسرائیل. ایالات متحده خیلی نزدیکتر به خاک ایران تا اسرائیل. بنابراین اسرائیل همچنان الان تلاش میکنه که ایالات متحده رو به این نتیجه برسونه که آقا دیپلماسی شما مرد، دیگه هیچ فایده ای نداره. همونطور که آقای نوری زادم گفت، حتی اگر برجام رو هم احیا بکنید هیچ کاری نکردید، باید بیایید و به طور جدی و قابل باور بگید که اگر حکومت ایران به این بازی ادامه بده، گزینه بعدی جنگ خواهد بود و ما حمله میکنیم به شما. اگر حکومت ایران باور کنه که ایالات متحده آماده به کار بردن راهکار نظامی هست، اون موقع احتمال زیاد داره که ماستاشون رو کیسه بکنن، چون میدونن که حریف آمریکا نخواهند شد. سخن از حمله به خاک ایران نیست، مطلقا نه. سخن از این است که بیاین و پایگاه‌های سپاه پاسداران، مراکز تولید موشک، مراکز تأسیسات اتمی، اینها رو همه رو نابود بکنن. ولی آقای چالنگی، یک پرسش، تأسیسات رو میشه نابود کرد، کاری نداره، میشه نابود کرد، ولی همین تأسیسات رو بعد از 6 ماه، 1 سال، حداکثر 2 سال میشه از نو برقرار کرد. آنچه را که نمیشود نابود کرد دانش اتمیه، اون رو نمیتونن بگیرن از ایران. بنابراین اگر این حکومت عوض نشه، بعد از یه مدتی دوباره این بازی اثر گرفته خواهد شد. بنابراین همیشه من همه جا گفتم که راه حلش این است که دولت‌های دنیا، اسرائیل، آمریکا، کشورهای اروپایی، هر کشوری که خواهان بشریت است، بیاید دست بدن به ملت ایران، کمک بکنن که این حکومت رو براندازه. من اطمینان دارم حکومتی که در آینده در ایران به روی کار بیاد، به فکر ملت ایران خواهد بود، یک حکومت ملی خواهد بود و از این فتنه‌گری ها دست برخواهد داشت و بلا فاصله برنامه های اتمی و موشکی رو متوقف خواهد کرد. بنابراین ای اسرائیل، ای آمریکا، ای دولت جهان، بیایید و به جای این همه هزینه نظامی به ملت ایران کمک بکنید که به حق خودشون برسن. امیدوارم که این بهترین گزینه است برای حل مشکلات و خطرات امنیتی از جانب حکومت ایران. آقای نوری زاده، صحبت تغییر حکومت ایران شد، ما میبینیم، قیاس نمیکنم، فقط اشاره میکنم، بارها این حرفی که زده شده، آقای محمد سعیدی نماینده خامنه ای در قم هست، حالا پیش از حرف ایشون اشاره بکنم که شهبانو فرح پهلوی، شما در جریان، آقای امیر در جریان است، که ایشون گفتن مردم ایران یا اکثریت مردم ایران با نشریه ایتالیایی خواستار بازگشت پادشاهی به ایران هستن، قطعا مشروطه و قطعا اصلاح قانون اساسی، چون ایشون اشاره کردن نوهشون دختر شاهزاده رضا پهلوی هم میتونه به عنوان ملکه انتخاب بشه. این سخن ایشون هست، ولیعهد به اصطلاح، ولیعهد بشن و بقیه، چون به هر حال منظور اینه که بعدن ملکه خواهن هر مورد. ولی دورتر از صحبت ایشون در داخل رو که دیدیم که حرفای همیشه زده شده از زمان خمینی تا الان، و الانم اخیراً محمد سعیدی نماینده خامنه‌ای در قم، همون که گفت خامنه‌ای که به دنیا آمد، گفت یا علی گفت، الان میگه مردم، ایشون اینو میگه، میگه مردم با روحانیت گره خوردن. چون اینه، مردم با روحانیت گره، امیدوارم دوچار معصیت نشن، این گره حالا برقرار هر چی کنید کرد. مردم میخوان گرده روحانیت رو بشکنن، گره باش نخورده. به آی چالنگ بینید، شهبانو خیلی متین و معقول حرفی رو زد که واقعیته. در ایران وقتی تظاهراتی میشه نمیگن محمد علی پدر بزرگت روحش شاد، نمیگن حسین علی تو پدر بزرگ روحت، نه، میگن رضا شاه روحت شاد، رضا شاه پدر بزرگ شاهزاده رضا پهلوی. حالا آقای سعیدی تو این دلخوشی به اینا داره، فریادهای مرگ بر خامنه ای رو ما میشنویم، اما مرگ بر رضا پهلوی رو اصلا نشنیدیم.
حتی آدم های خود رژیم هم نتونستن اینو بگن. به این ترتیب به نظر من ما در یک لحظه حساس تاریخی هستیم و در این لحظه حساس تاریخی در برابرمون سناریوهای زیادی وجود نداره. یکی اینه که این وضع ادامه پیدا کنه، پاسدارا بیان کودتا کنن، و یکی این که ما به یک نظام قانونی شرعی برگردیم. بذارید یه چیزی رو من تو پرانتز باز کنم بگم. زندیاد رضا حاج مرزبان که شما میشناسیدش، که این مرد مشاور امنیت ملی دکتر بختیار بود و اصلا هم دکتر بختیار رو قبل از نخست وزیری نمیشناخت، یک بیزنسمن بسیار موفق بود، ثروتمند، که متاسفانه بعد از اعدامش ثروتش رو بعضی از افراد خانواده بردن و همسر نازنین و فرزندانش رو در فقر گذاشتن. به هر روی این انسان، من نشسته بودم با ایشون و آقای خادم که وزیر مسکن بختیار، ضمن صحبت هایی که میکرد میگفت رهایی از شر جمهوری اسلامی اینجوری نیست. سه جا: جماران یعنی خمینی، مسجد سپه سالار تأمین کننده خبرگان و بقیه شون، مجلس شورای اسلامی و مدرسه حقانی در قم. اینجا که زده بشه هیچ چیزی از رژیم باقی نمونه. و راست میگفت و هنوزم که هنوزه، شما لزومی نداره ایران رو بزنی نابود بکنی، جاهای مشخصی هست که میتوان به شر رژیم خاتمه داد، و اگر مردم ببینن صدا و سیمای رژیم خفه شد و خواهید دید که صدای مردم چطور تنین انداز میشه. یعنی شما میفهمید آقای نوری‌زاده شده شبیه دوران حافظ نازنین امیر مبارزالدین، چنان وضعی درست کرد که میگن حافظ در استقبال از تیمور گفت خیستا خاطر بودن ترکستان، یعنی به یاد و بزنه این بابا رو برداره. متاسفانه اخوان سالس به جای اینکه الان اینو میگفت نادری پیدا نخواهد شد، امید کاش که اسکندری پیدا شود، زمانی اینو گفت که ایران احتیاج به اسکندر نداره. اسکندر به شکلی هست الان، آقای امیر چون ایشون گفتن جایی رو بزن. از ایشون مجددا میپرسیم جای دقیقی شما در نظر دارید؟ یعنی مراکز قدرت این حکومت رو شما کجاها میدونید؟ اون زمان گفتن مسجد سپهسالار، حقانی و جماران و برای در قضیه نوجم هدفهای مشابه یا بیشتر از اون وجود داره. شما فکر میکنید مراکز قدرت واقعا کجاست؟ قدرت هسته‌ای در ایران و غیر هسته‌ای؟ ببینید آقای چالنگی، من عرض کردم و بر این باور هستم که احتیاج به زدن مراکز قدرت نیست. مراکز قدرت یه تعداد ساختمانه. شما منظورتون بی تردید کشتن اون افراده، ولی باور من این است که اگر حمله ای انجام بگیره، یک حمله خیلی گسترده و فقط پایگاه های سپاه پاسداران رو بزنن، مراکز اتمی رو بزنن، مراکز موشکی رو بزنن، انبارهای تسلیحاتی رو بزنن، همین کافیه. این علامت چراغ سبز برای ملت ایران که بلند شید علیه سپاه پاسداران و علیه حکومت قیام بکنید، به خاطر اینکه سپاه پاسداران مشغول حفظ موجودیت خودشه، ظاهرا داره با یک قدرت خارجی در حال جنگ، وقت سرکوب مردم رو نداره. این میتونه بهترین فرصت رو به وجود بیاره که خیزش مردمی در ایران به نتیجه برسه، بدون اینکه جماران رو بزنن یا خدای نکرده به مسجد سپهسالار که یک جای تاریخی هست آسیب برسه و غیره و غیره. منظورم اینه. بفرمایید. خب من رسماً سخن من این نیست که خواستار کشتن کسی باشم. هر کسی جرمی مرتکب شده قطعاً باید محاکمه بشه، همونطور که در دادگاه نورنبرگ آوردن و به طور عادلانه محاکمه کردن کسانی جنایتکارای مانند آیشمن یا بقیه یا بقیه از سراسر جهان، و وکیل برخوردار بودن، وکیلای قدرتمندی هم داشتن، و تمامی کسانی که در این وضعیت سهمی داشتن به هر حال دادگاهی باید باشه و از حقی برخوردار در هر نظامی که آینده به اصطلاح در ایران برقرار میشه.
نظر آقای نوریزاده رو در یک دقیقه میپرسیم. همین آقای نوریزاده و یک بله نکته اینکه بله بفرمایید. منم عرضم همینه آقای چالنگی. من اون داستان رضا رو مرزمان رو که تعریف کردم برای این بود که بگم اون نگاه در اون زمان چه جور بود و این نگاه ادامه پیدا کرده مستمر. ولی واقعا منم موافقم با این که رژیم جمهوری اسلامی اگر حریف رو قوی ببینه ضعف نشون میده و اون زمان ملت ایران میتونن برخیزن و یه رژیم ضعیف منافق رو از کار برکنار کنن. 20 روز 2 میلیون ایرانی در خیابان رژیم رو میتونن سرنگون کنن. آقای نوریزاده الان در عراق به نظر میرسه مقتدی صدر کاری شبیه همون کاری که به اصطلاح در حزب الله داریم در لبنان میکنه انجام میده. این نشست کاخ ریاست جمهوری و کاخ حکومت هرچه که هست و مصطفی الکاظمی رو تحریم کرد و بقیه موضوع ها. چشمنداز وضعیت عراق رو با اقدامات مقتدی صدر رو بقیه چطور میبینید شما؟ ببینید خیلی جالبه، آقای عمار حکیم رفته عربستان، عمار حکیم آقای خامنه‌ای میگفت عمارونا، مثل بچه خودش میگفت، و رفته عربستان. استقبال گرمی هم ازش کردن. آقای مقتدی صدر هم 5 سال پیش رفت عربستان و اینا. به هر حال عامل سعودی داره وارد تحولات عراق میشه به صورت خیلی سریع. یعنی هرچی جمهوری اسلامی اعتبارش رو از دست میده اونا اعتبار میگیرن، برای اینکه اونا کمک کردن، برق مجانی دارن میدن و خیلی کارهای دیگه. الان به نظر من جمهوری اسلامی یک دولت سیاست باخته و آبرو باخته در عراق. مقتدی صدر نمیخواد حالت حزب الله رو داشته باشه. دور و برش نگاه کنین، در همون مجموعه 73 وکیلش یک نفر آخوند بود و بقیهشون اغلب معلم، مدرس، استاد دانشگاه، آدم تکنوکرات بودن. مقتدی صدر میخواد این حضور جمهوری اسلامی رو بشکنه. در واقع اون میگه جمهوری اسلامی دولت همسایه و دوست، ولی اجازه نداره در عراق دولت. آخه معنی نداره. آقای اسماعیل قاآنی روزی که قرار در عراق تظاهرات علیه نوری المالکی بشه میاد میره با مالکی نهار میخوره. میخوام بگم اینا مردم عراق عصبانی کرده. عراقی ها ملت به استقلالش خیلی علاقه دارن، ولی یک جورایی هم به دنبال قدرت هست. گاهی وقتا هم یکی به نل یکی به نیخ میزنه. من به همین دلیل گفتم شبیه اون چه که آخون دنبال قدرت. آقای چلنگی کارشکنی در تشکیل سامان گرفتن موضوع آخون دنبال قدرته و هر هدفی. اما آقای امیر از شما میشنویم، از شما میشنویم درباره انتخابات و وضعیت و کنونی اسرائیل و چطور میشه که این دولت‌های ائتلافی با هم دیگه میسازن و اداره میکنن. خیلی کوتاه بفهمم ممنونتون میشم. خیلی طولانی بله. سالی داره. عرض کردم که در امور نظامی و دفاعی هیچ اختلاف نظری بین گروه های سیاسی مختلف اسرائیل وجود نداره. همه متفق القول هستن که باید از امنیت کشور دفاع بکنن و اقدامات لازم رو انجام بدن. در مورد خود انتخابات که پرسیدین نتیجهش ممکنه چه باشه، با شرمساری باید بگم که هیچ چیز عوض نخواهد شد. تمام این انشقاق و دو دستگی و تنوع گروه های سیاسی ادامه پیدا خواهد کرد. ما تا به حال 4 تا انتخابات زودرس داشتیم و نگرانم که انتخابات 5 هم به همین ترتیب باشه و برپایی دولت جدید اسرائیل بسیار دشوار باشه. و این میونم شنیده شده خوندم من که رئیس میز ایران در سازمان موساد هم یک بانوی اسرائیلی هست. نه ایشون بازنشسته. بازنشسته شد. الان 15 سال 20 ساله که ایشون بازنشسته است و رئیس میز ایران نبوده، بلکه رئیس تحقیقات و سیاست گذاری درباره ایران بوده. بله. آقای چالنگی این سریال تهران رو قسمت آخرش رو دیدید؟ میراشید؟
سریال تهران رو. عجب این قسمت آخرش خیلی جالب بود، یعنی اسرائیل در واقع اون کاری که میگه اونجا انجام داد، فرمانده کل سپاه رو زد و بعد سریال کرده. آقای نوری‌زاده گفته این مسئول امور سینمایی جمهوری اسلامی که قرار یک فهرست جدید این لغت اختراعی ممنوع کار در سینما و اینا رو دیدم که مخترانه علی بیوستی هم این ناشی از این نیستش که به اینجا رسیده، از روز اول ساکت موندن. بله بله، در برابر هنرمندانی که خونه نشین کردن. امیر نادری اولین کارگردان ناچار به ترک کشور شد. کسانی مانند محمد علی فردین ستون سینما ایران، بهروز وثوقی، بقیه بقیه. این سکوت به اینجا برسه که پیشا پیش میگن ممنون کار. برام بیزایی شما میده چه رفتایی روش کرده؟ البته آقای بیزایی سالها چیز کردی با همه مشکلاتی که بود سعی کرد نشه، ناچار نشه، ولی خب همه برحال سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده در لندن، سپاسگزار هستیم آقای منشه امیر در اسرائیل. به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. این خبر هم بینندگان غریب نیستند، بیگانه نیستند، و این خبر رو بدم که هر دو مهمان گرامی ما عجله دارن برای مصاحبه های بعدی با رسانه دیگری که هست. با سپاس، با امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. و اما من اشاره کردم به سعدا خدیرزاده در بند زنان در ارومیه است ایشون، و فرزند دو ماهه ای داره که به این نوزاد قرص خورونده بود که آروم بشه، و به هر حال یعنی خود ایشون هم تصمیم گرفته خودکشی کنه، به فرزندش هم قرص خورونده که جان بده. یعنی یک مادر رو وقتی به اینجا میرسه از این طریق میشه دریافت که چه وضعیت روحی داره، چرا باید در زندان باشه سعدا قدیرزاده، چرا باید سهیلا حجاب در زندان باشه، چرا باید منوچهر بختیاری در زندان باشه، چرا باید یاشار تبریزی، خالد پیرزاده، آقای لعل محمدی و بسیاری دیگه افکار و عقایدی داره برای آینده‌ای بهتر برای ایران و مردم ایران. برای کودک دو ماهه سعدا آرزوی زندگی بهتری دارن. جرم اونها این هست، نباید از کنار سرنوشت اونها گذشت. هرگز زندانیان سیاسی رو از یاد نبرید. علی خردگرای عزیز نیز دوباره به زندان بازگردانده شد. زندانیان سیاسی رو از یاد نبرید. با شما عزیزم خواهم بود در کانال یوتیوب شخصی شنبه در خدمت شما خواهم. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما عزیزان روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوندکوه، زاگرس، تفتان، بینالود، درفک و شیرکوه، کوساران تاراز، منگش و زردکوه و تابشان بر فلات ایران. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.